وقتی سعی می کنیم بی نقص به نظر برسیم. 1. تلاش نکنیم که تصویر بی نقصی از خودمان به دیگران نشان دهیم. اجازه ندهیم که آدم ها از ما بت بسازند. در هر رابطه ای که تبدیل به بت شدید، منتظر آن روزی باشید که به دست همان فرد شکسته شوید. بت ها روزی بالاخره شکسته می شوند. چون آنهایی که بت ها را ساخته اند در نهایت متوجه می شوند که از دست بت‌هایشان کاری بر نمی آید. و آن روز است که عصبانی تر از همیشه به بت حمله می کنند و آن را می شکنند. افرادی که به دنبال بت می گردند، افرادی هستند که اراده برای تغییر شرایط را در بیرون از خودشان جستجو می کنند. این جستجو شبیه به دنبال یک نجات دهنده گشتن است. جستجوی خطرناک که دیر یا زود آنها را ناامید می کند. آنها می مانند با بتی که توانایی معجزه کردن ندارد و خشمی که قرار است بر سر بت خالی شود. به آدم هایی که شما را بت می کنند بگویید اراده در درون آنهاست و شما نباید تمام معنای زندگی آنها باشید. شما نباید دلیل نفس کشیدن آنها باشید. به آنها اجازه ندهید که به خاطر شما زندگی کنند. اگر آدم ها را دوست دارید، به آنها نشان دهید که چقدر با ارزش هستند و باید برای خودشان زندگی کنند، تلاش کنند و برای خودشان لذت ببرند. بت بودن لذت دارد، اما با این وسوسه مبارزه کنید. اجازه ندهید در هیچ رابطه‌ای شما را حاکم مطلق کنند. اجازه ندهید بردوار از شما تبعیت کنند. اجازه ندهید شما را ستایش کنند. و اجازه ندهید شما را بت خودشان بدانند. هرگاه احساس کردید در رابطتان تاجی نامرئی بر سرتان گذاشته اند و می خواهند شما را ستایشی بتگونه کنند، سریع تصویر خود را در ذهن آنها به چالش بکشید. و اگر بسیار مشتاق هستید تا ستایش شوید، از خودتان بپرسید چرا این نیاز را توسط آدمهای دیگر می خواهید ارضا کنید؟ آیا خودتان به اندازه کافی آدم درونیتان را نمی بینید؟ آیا از درون احساس ارزشمند بودن نمی کنید؟ شما حاکم خودتان هستید، اما نباید مسئولیت حاکمیت بر آدم های دیگر را قبول کنید. هر کس بهتر از دیگری می داند چگونه بر زندگیش حکمرانی کند. به فکر یک آغوش امن و محکم باشید. آغوش آدم هایی که برده شما می شوند آغوش امنی نیست. برده ها روزی از حاکم خود ناامید خواهند شد و خشم های آنها کار همان رابطه را تمام خواهد کرد. یک برده و حاکم ممکن است به ظاهر رابطه ای عاشقانه داشته باشند، اما رابطه سالم و محکم و عاقلانه کجا و رابطه حاکم و برده کجا؟ یک حاکم همیشه در ترس زندگی می کند. او می ترسد که مبادا روزی برده قیام کند
و یک برده از جایی به بعد به حاکمش شک می کند و این شک شروع یک پایان غم‌انگیز است. این ویدیو برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.